سلام بر شما خوش آمدید به برنامه دیدبان من مریم زهری هستم در مرور مطبوعات این هفته به آلودگی هوا خواهیم پرداخت و به موضوع بوی بدی که در تهران منتشر شده بود و در بررسی مطبوعات خواهیم دید که مجلات در این هفته به موضوع آبان 98 با حوصله و توجه بیشتری پرداخت خب آقای بینو طبق معمول هر هفته به روزنامه پردازیم که اولیش روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان هست ببینید شما صفحه اول که دارید نگاه میکنید مهمترین چیزی که توش میبینید و یه تعجب زده میشید همین عکس دار زدن اون بچه است در بغداد خیلی عجیبه برای اینکه به طور معمولی همچین عکس هایی نباید در رسانه منتشر بشه اون هم با این ابعاد و در صفحه یک بله معمولا نمیشه و الان هم به مدتی گذشته است بیشتر از یه هفته گذشته از انتشار این و اینکه عکس یک هفته پیش رو روزنامه سپاه ورده صفحه اول لابد منظوری به ذهنش بوده است که وقتی بدونیم که فردای این روز یعنی یک شنبه روزنامه کیهان هم همین کاری کرد خب دقیقا چرا آقای به نظر میرسه که در حقیقت یک قیاس برقرار کردن بین شرایط مختلف است که پشت ذهنش بخواد به ما بگه که بقیه جا و از خرابتر از این حرف هست که فکر میکنید اما در این حال سر مقاله آقای گنجیر هم در نظر داشته باشین شما خوندید بله من مفصل خوندم برام جالب بود برای اینکه انتقاد شدید داره به اینکه چرا شفاف سازی صورت نمیگیره و در مورد کشته ها توضیح داده نمیشه و حکومت نمیاد در حقیقت به نظرم میرسه که انتظار داره که آمار رسمی اعلام بشه و جالب اینجاست که این انتظار همون انتظاریه که مخالفان جمهوری اسلامی هم دارند ولی از زوایای مختلف ز... اختلافش رو شما بگید چی آقای ببینید در حقیقت در ادامه مطلب آقای گنجی اشاره میکنه به اینکه تو جزئیات به اینکه مثلا فرض کنید یه عده‌ای که اسلحه دستشون مأمور حبس امنیت کشور هستند اصلا قرار نیست که پلیس بره توی مردم و به کنه ولی اگر مردم اومدن سراغ اصله خونش یا به محل کلانتری و هر جایی که هستش دیگه قضیه فرق میکنه اگر اونجا باید دفاع کنه بخاطر اینکه اسلحه هستش شبیه این مثال یک دو تا میاره که در توجیه این هستش که چرا کار به اینجا کشید ولی غیر از ب... ب... مقاله که مقاله منطقی هم بود به خصوص وقت توجه داشته داشتیم که به حال جوان روزنامه نزدیک به سوا پاسداران هست اونجاش که اشاره میکنه به اینکه اگر آمار رسمی اعلام نشه به ضرر نظام نوپا بله. خواهد بود چی؟ بله دیگه اونجا هم ببینید اصولا البته لبه تیزش به این وضوعی که من میگم نمیگه ولی انگار که توجهش به این هست که دولت بگه انگار آدم اینطوری فکر میکنه که دولت معمول این کار است چون اگر بخواد بگه که بقیه که اون وقت باید مخاطبش خود سپاه باشه و نه ظاهرا بخش دیگه این مورد توجه آقای گنجی هستش یه چیزی هم که این وسط یه ذره آدم رو تعجب زده میکنه ایشون صحبت میکنه راجب اینکه به این موضوع همانقدر به مظلومیت نظام نوپای ما می میگن که این اینطوری که منعکس شده به مظلومیت نظام نوپا دیگه بعد از چهر سال به نظرم نمیشه به نظام گفت نوپا به نظرم اینطوری میرسه به خاطر اینکه یادتون باشه که رضا شاه در 16 سال ریل مملکت رو عوض کرد حالا خوبت شاسن کار نداریم پسرش هم در 25 سال اصولا شرایط مملکت به طور کلی از این ور کرد اگر به جمهوری اسلامی بعد از 40 سال بگیم نوپا نو بعد خیلی مسئله یه جور دیگه میشه خب با بریم روزنامه بعدی رو با هم ببینیم روزنامه ایران خب روزنامه ایران میبینید که چند تا موضوع مختلف داره از جمله اینکه پیاده میشه تو اون مسئله ای که مسئله هفته بود به نوعی یک موضوع رو به نظرم اول بار آقای شریعت مداری کیهان علم کرد ولی بقیه اصولگرا هم دارن دنبالش میرن و اون اینی که حرف میزنن راجع به اینکه چرا استفا برای چی باید استفا بده و بعد در توضیحش مخاطبشون اص... اصلاح طلبان یعنی در حقیقت دلم میگن که اون اصلاح طلبا هستن که آقای روحانی رو بردن سر کار و حالا ولش کردن میگن استفا بده ده. یا بره کنار حالا که اینطوری خوب نیستش دیگه این که واضح تر از این است که مثلا آقایونی که از چهرهای اصلی هستن مثل آقای زنوری اومدن به سراحت گفتن که من اومدم که بردارم آقای روحانی رو خب ولی این شیطنت سیاسی که ظاهرا مجازم هست تو همه مجادلات سیاسی بعد به این بهانه حمایت میکنن از آقای روحانی بعد به این بهانه میگن که نه نه باید بذاریم عقوبت کارشو بکشه ولی به اون ولی زم... اصولا این اتفاقی که افتاده اینه که بین اصلاح طلبها هم یک اتفاقاتی افتاده از جمله مثلا فرض کنید آقای صادق زیبا کلام که البته ایشونو به عنوان فعال سیاسی نمیشناسیم که ایشون معتقده که باید استفا بده بنابراین میتونم برم اونو پیدا کنم بگن به این دلیل ولی اصولا اصلا صدای بلندشون استفای روحانی نیست هنوز روزنامه بعدی رو بریم ببینیم روزنامه همشهری که انتظار میره خبرهای شهر رو بیشتر توش ببینیم در, در... مورد آلودگی هوا که اشاره کردیم فراوان در تمام طول هفته روزنامه همشهری وظیفه خودش عمل کرد یعنی هم مسئله آلودگی رو چون دیگه این آلودگی خیلی ق... غیر قابل تصور به خصوص توجه دارید که همزمان است با اینکه یه آماری سازمان برنامه داده که تو اون آمار میگه که بالا بردن قیمت بنزین چقدر اثر کرده است در کم آمدن اتومبیل که یکی از عوامل اصلی آلودگی است و شبیه به این درست در یه همچین شرایط یک همچین عبادی حتما دیدید فیلم ها اکس ها رو خیلی باید. به نظر از و به همین جهت هم دولت به درست مدارس تعطیل کرد ادارات در وضعیت دانشگاه بزرق بزرق دانشگاه تعطیل کردن دو اینا. بنابراین آره در همه روزها این موضوع بود و این توجه که بالاخره باید کی این کار درست میکرد بعد که حوادث جنوب به وجود اومد یعنی آلودگی شد به فوران آب, کارون و, بعد همزمان این آب فازلاب رو هم فشار برد بهش از اون زد بالا و فاجعه به وجود داده که هنوز دهنده آره هنده تو بیمارستان و که تو بیمارستان فضولات اومده باشه معلوم نیست چه اتفاقی پشتش خواهد افتاد مقالات متعددی هم همشری داشت که حالا وقتمون بر رو بریم خیلی خب ده. پس بریم به روزنامه بعدی بپردازیم که روزنامه سازندگیه سازندگی عکس اصلی شد و دست به آقای پرویز مشرف که که حکم بود... اعدام گرفت بله شما میدونید این حادثه توی پاکستان دست کم دفعه اول نیست نمیدونم دفعه آخر خواهد بود یا نه به هر حال چندین نخست وزیر بودند یا رئیس جمهور که وقتی که اومدن پایین از سمت خودشون دادگاه یه حکم از این قبیل اعدام و اینا دادن و اونها ناچار شدن برن توی جده ساکن بشن و بعد از مدتی شرایط پاکستان یه جوری شده که عربستان سعودی کمک کرد و اون آدم دوباره بگشت نقصدازی شد پس تاریخ اونجا هی داره تکرام آره باشد. الان هم این توریست گفتن که ایشون هم به حال مریض است و در دوبه هست اما چند تا موضوع دیگه هم سازندگی تو صفحه اولش دارید میبینید که بهش میپردازه که همین موضوع سیاسی روزه یه تجلیلی هم شده است از آقای محسن خلیلی که یکی از چهره های اصلی بخش خصوصی ایران هستن و بعد اتاق اقتصاد رو هم ایجاد کردن و یکی از چهره های خوشنام معاصر بخش خصوصی کارآفرین و تجلیل به جایی هم بوده. روزنامه شرق رو میخوایم نگاه بکنیم با تاکید بر اون نکته رد صلاحیت که خیلی سر صدا کرد من دیدم به خصوص در شبکه های اجتماعی رجوش زیاد می نوشتم. بله دیگه شاید این, این, موضوع بعضی تصور میکنن که این, این موضوع یا شبیه این موضوع ها بتونه به سردی فضایی که برای انتخابات هست کمک کنه داره گرمش کنه چون قبلش پیش بینی ها حاکی از این بود که هر کاری که بتونن میکنن برای اینکه فضای انتخابات دوباره بعد حالا میتونه ازش دو... ولی البته یادتون باشه که این هیئت اجراییه یعنی در این مرحله وزارت کشوره وزارت کشور هم مثل شورای نگهبان کارش عمقی و تطبیق با شرع و این حرفا نیستش یک کلام نیست شاید آره و ب... بعد یک کلام هم نیست در خیلی از مواقع حالا یا با دخالت بالاتر یا نه میرسه به اینکه میگه شما مثلا یه حکم دارید که سه ماه رفتی زندان این تکلیف این رو روشن کن که بعد با, با یه مسیری میتونه درست شه یا به یکی از اسناد یا کم سند دادن اینا هستش ولی به هر حال شرق معتقد است که یعنی در حقیقت شرق داره میگه که ای دولتی که با اصلاح طلبان اومد سر کار حالا اصلاح طلبان رو برای ورود به مجلس برته. اونم در یه همچی شرایطی رد کرد آقای برگزیده ها رو با هم دیگه مرور بکنیم به این من هر چی که فکر کردم به این که بهترین برگزیده ای که میتونم از بین مطبوعات نشون بدم و حتی اگه شده گزرابش بپردازیم این مقاله تحلیلی است که اماد باقی نوشت تو سازندگی و مسئله قطع اینترنت رو بررسی کرد این عبادش واقعا گسترده فوق العاده و, و بعد به خصوص حالا آماره یعنی آماری است که نشون میده که درست آخرین روز یک میلیارد و دویست ده میلیون نفر یا دفعه در اینترنت حضور داشتند رقم خیلی بالایی است دیگه داره. یعنی اوریج میشه کل جمعیت ضرب رقمی. یه رقم یعنی چندین بار بودن و بعد بعد از اینکه قطع شده این رقم شده ۵۵ زار تا که میتونه همون بخشی باشه که مثلا دولت بود و یا آزاد بودند بعد از اینجا اومده به این که این آیا خسرانی داره یا نداره نظر اجتماعی چیه میگه همونطوری که قطعی بنزین میتونه عامل شورش بشه در دنیای امروز قطعی اینترنت هم میتونه بعد بعد از اون میگه جنبه آمیزی هم داره که تحریک کننده نارضایتی و خشم مردمه بعد میرسه به اینکه فناوری های جدید چیکار میکنه میگه وقتی راه بسته بشن اینطور نیست که همه تسلیم میشن یه راه وجود داره که الان تلفن های ماهواره ای دیش های ماهواره ای فناوری های دیگه اما اینکه خیلی از این مؤسسات و شرکت ها شروع کردن سرویس های خروفن. رایگان دادن شروع کردن دادن و عملی شد بعد بعد از اینکه این ای آمار میرسه الان شما دارید یک یکی از آمار رو میبینید روی صفحه که نشون میده که تو اینترنت چه اتفاقی بوده محتوایی یعنی توی توییتر که آمار اولی است که ملاحظه میکنید میبینید که در توییتر یه فضای انبوهی از پیام‌های اینترنت پیامهای بسیار تند و برانگیزاننده است یعنی براندازه و میبینید که اونایی که مثلا انتقاد یا خاکستری چقدر کمه این تاثیر قطعشه همین رو توی اینستاگرام که میبینیم اینستاگرام خب بیزاره ملایمتر. ولی اونم با همه این وجود اکثریت فضا رو تند کرده آخرش... و تمام این تفاصیل خیلی حمایت شدید میکردن همون روزا در نماز جمعه مام جمعه تهران نماید گفت کار بسیار درستی بوده بله که همه این تا... دیروز سفیر روسیه بیشتر. در تهران هم گفت که امنیت مهمتر از اینترنته. و اینجا در پایانش آقای باقی می نویسه که گرچه حاکمیت فکر میکنه با قطعی اینترنت می شورش رو مهار کنه در نجه امام جمعه اومد گفت حتی اونایی که معترض بودن هم باید مهارب خانده بشن امیش. یعنی شورش نکردن سیای لشکر هم باید چنان تنبیه بشن که تا آخر عمرشون جورت نکنن سیای لشکر بشن میگه اما این نشون میده که حاکمیت هم بازنده است و فقط مردم بازنده نیستند. به خاطر اینکه هر جوری این مجموعه رو بررسی می‌کنیم همه طرف این توش بازنده به نظر با تو با آقای باقی البته با آمار هر خب آقای بنود بریم مجلات رو با هم دیگه مرور بکنیم اولیش هم ایران فردا مجلات رو گرچه خب مطالب متنوعی دارم ولی اجازه بدین یه ذره متمرکز شیم روی واکنش مجلات بدون توجه به به اصطلاح یا عنوانشون به حوادث آبان حالا به مجلات رسیده دیگه ایران فردا شورای سردبیری یک سرمقاله نوشته به عنوان صدای آبان توش میگه که در دیماه 97 و در یه تحلیلی در همین جا بعد از اینکه ماجرای 96 هم اتفاق افتاده بود نوشتیم که بعضی فکر میکنن که این مقاطع موردیه و با دخالت نیروهای نظامی تموم میشه ولی اینطوری نیستش گرفتاری هر دو گروه باقی میمونه و نگرانی هم باقی میمونه دوم اینکه گروهی اعتراضات دیماه رو یک جنبش تمام ایار سیاسی میدونند و نشونه اینکه یک انقلابی شروع شده یا اینطوری فکر میکنه یدی هم برعکس اینها فکر میکنن در حالی که آمار اقام نشون میده میتونه هر تاش غلط باشه مشروط بر اینکه خلاصه نچگیریه مقاله این است که این فاصله خشونت ها رو مراقبت کنیم مراقبت بشه اصولا چون این اواخر فواصل کم شده خیلی دیگه آه. و بعد داره از اون حالت در میره و اصولا یک به رنگی گرفته از انقلاب توحیدستان نه. و بنابراین اینجا چیکار میکنه آقای عطاری خیلی عطاری کارشناس مسکن هستن بیشتر یعنی من تا اونجا که میشه سم. مثلا 40 سالی که ایشون روی مسائل مسکن و شهرسازی به خصوص در ارتباط مسکن کار میکنه اما اینجا میگه که تیترش هست اولا قرمزی رنگ نیانداخته است بی خودی بر دیوار بیت نیما و میگه که حالا این فضایی که الان به وجود اومده است تو آخرش اینه میگه چون مقاله نمیتونیم بخونم همش که میگه من سه ده هست که درباره شهروند زودایی کم مطالعه میکنم و در کنار عزیزان دیگری که از شغل محروم شدند و گاهی از جلسات اخراج شده ایم به جای همه این هشدارها مدعی شدند که ما باید شرم کنیم اینک این را در مورد خطر نابودی روستاها و تشدید اعتراض ها نوشتم و تکرار میکنم تا قبل از اینکه قرمزی تمام دیوار را بپوشاند حاکمیت به خدایت و کاری بکنند این نگاه ادامه پیدا کنه آقای تایرانی این درباره ماجرای بنزین رفته اون بخش رو دیده میدونید که بخش خود بنزین در اثر شدت مسائل اصولا گم شد بله باها شروع شد ولی کلا یک فاز فقط دیگه شد شروع شد بس. و بعدش دیگه رفت یه جای دیگه ای سر در آورد مجله بعد میرسه به یک میدان پر از فساد که عنوان گزارش بهمن امویه میدونید که بهمن اموی رو فساد اقتصادی کار میکنه سالا کتاب همون کرده کتاب خیلی خوبی هم هست این دفعه راجعه فساد ساختاری میگه و فساد ساختاری رو توی همه مواردی که میتونه اعتراضا باشه میتونه به یک جنبشی منتقل بشه بررسی میکنه متاسفانه بقیه مطالب ایران فردا رو نمیتونم بگم به خاطر اینکه وقت بقیه گرفته مونکنم. میشه ولی همینقدر بدونین که روجلدی هم که درست کردن های سری میبره این شماره که سیاه خب بله خودش و قرمز وسطش خودش نشون اینه که مجلد توجه مخصوصی داره به این ماجرا. خب بریم اندیشه پویا رو ببینیم. آقای بهنود اندیشه پویا من ورق که می‌زدم یه بخشیش توجه من خیلی جلب کرد اون پرونده‌ای بود که در مورد حسین ساعدی مفصل بهش پرداخته بود. یه حس جالبی بود انگار که تمام آدمایی که اسم برده بود و راجبشون نوشته بود و باشون مصاحبه کرده بود تو یک جمعی دوره هم نشستن و دارن در مورد غلام حسین سایدی صحبت میکنن خیلی چیزاش شما میدونستیم من شخصا خیلی چیزاش رو میدونستم خیلی چیزاش هم جزئی و خیلی خیلی جالب بود و تازه بود برای من با برادر غلام حسین سایدی صحبت کرده بود با زن برادر غلام حسین سایدی صحبت کرده بود باز تاکید برای اینکه غلام حسین سایدی تیر خلاص رو بهش قربت زد در حقیقت بله دیگه اصلی ماجرایی که در این نوشته هم در این گزارش خیلی خوبی که آقای اکبری فراهم کرده من هم به نظرم رسید همین یاداوری است به اینکه یعنی نترسیم از اینکه یادآوری کنیم که این مسئله قربت باده. سایدی رو کشت و به... به این نقطه رسون اما مجله برای ادامه خطی که در مورد مجله اولی داشته اینو عرض کنم که در شروع رضا خجاست رایی سردبیر مجله مطلبی نوشته به عنوان تحقیر امید که تو... توضیح اون رو لیست دید که دیدین که عکس شکسته خیلی خواستم به همون اشاره روحانی. کنم خیلی معنایی و مفهومی بود عکس شکسته <applause> آقای روحانی بله دیگه میگه که آخرین میخ بر تابوت امید از دست رفته اونهایی که دوباره به روحانی رأی دادن در 96 اون خنده بی‌موقعی رئیس جمهور بود در حین انکار اطلاعش از ماجرا این خنده عجیبی بود ریشخندی غریب که چه بسا در تاریخ اوکراینی ایران بیمانند بماند اون خنده متفرعن و بیتفاوت روحانی اون ریشخند تاریخی یک نقطه عطف بود یک نشانه بود نشانه از یک سیاستمدار شکست خورده که در مرحله انکار بیماری به سر می برد اونهایی که به روحانی رای داده بودند اونقدر حقیر نبودند اونقدر بیگانه نبودند که مستحق چنین ریشخندی باشند این خلاصه جان مقاله مفصل رضا خجست رحیمی است و بعد حالا میرسیم به حرفای عمدهتر و بیشتر که حرفای خیلی جدی تو این زمینه زده میشه چه از مثلا آقای مجاهدی و چه دیگرانی که واقعا راجب این, این نوع مسائل حالا ممکنه که مشخصا به حوادث آبان اشاره نکنم ولی موضوع هایی که در بایش حرف میزنن موضوع است که کل این نوع رفتاره میگه این وسط این یک فنجان اسپرسوی همیشگی مریم شعبانی شبانی ها من این نداشته باشم یا شده باشه شعبانی شعبانی نیست مریم خانم شبانی این دفعه با جای جعفری صحبت کرده مدیر نشر نو کبیر. درست این است که بگیم فرزند امیر کبیر به خاطر اینکه اولا صد سالگی آقای جعفری بود به و ایشون بنیان و بنیانگذار انتشارات مدرن هفتاد سالگی امیر کبیر هم بود اوج این گفتگو که میتونست به این جهان نره ولی رفته با همه تلخیش اینه که آقای جفری جعفری می میگه امیر رو برگردونند سه ساله اوج میگیره این در حقیقت تصویری است از بیشتر مؤسسات بزرگ ایران که در موقع انقلاب لگتمال شد و الان تبدیل شدن به یک دایناسورهای خرج دار که هی باید از بودجه مردم بهشون پول داد و هدر میره مثل خودروسازی ها مثل ساختمان سازی ها و بقیه چیزها پتروشیمی و بقیه چیزها یعنی هر که شما دست بذارین همینه که این خودروسازی هایی که پشت در کدومشون یه میلیونرهایی بودن و داشتن خودروی 100 سا... درصد ساخت ایران رو می تبدیل شدن به یک چاه ویل که توش فساد هست کمک مداوم دولت هست و انحصار و مردمی که سوار میشن چیزایی که کیفیت نداره توی جاده کشته میشن دیگه چه برسه که پای کتاب هم وسط اینجا باشه که به همین جد الان امیر کبیر سال خاص رسیده به اینجا این در حالی است که امیر کبیر اصلا موقعی که وجود اومد و آقا جعفری زندان بود در وقت محمد زندان بودیم مدتی همزمان بودن در اون زمان امیرکبیر شروع کرد افتخ... یعنی بباشید سازمان تبلیغات اسلامی شروع کرد افتخارات امیرکبیر رو فروختن و به رخ کشیدن مثل قرآنی که چاپ کرده بود شاهنامه‌ای که چاپ کرده بود از و به حال همه اینها رو هم بردن مصرف کردن و الان توفلش اونجا انداختن یک مؤسسه بیدر و پیکری هم الان هست با وجود کمک های مختلفی که از مختلف گرفته ولی آقای محمد رضا جعفری میگه که امیرکبیر رو برگردونن سه ساله به وجود میرسه خب بریم نگاه نو رو ببینیم آقای بهنام نگاه نو رو جلدش دارید میبینید که اکسیس از آقای فضولا رزا پرسور رزا برای اطلاعتون پرسور رزا برای اطلاع نسل جوان بگم پرسور اون دانشمند بلند پایه است که شبیه فیلسوف های قدیمی چون میگفتن که دیگه دنیا جدید یعنی قرن بیستم بعد دیگه فیلسوف نمیاره یعنی دیگه کسی که همه کار بلد باشه و حکیم باشه و مثلا مثل خیام و مثل خارزمی و اینا این نیست بعد ریز شده دیگه حالا آدم ها میان متخصص یه چیزی به خصوصی میشن ولی پروفسور اینجوری نبود اولا شعر میگفت و بسیار شعر پرد. از این بابت شبیه استاد شاهرودی بود با این توجه که بیشتر از مرحوم هشرودی اشتباه گفتم شاهرودی بیشتر از مرحوم پروفسور هشرودی در بیرون از ایران موند و وقتی که آمد به ایران خب شعن اجتماعی جهانی داشت ایشون اومد به فاصله کوتاهی هم شد رئیس دانشگاه تهران و خیلی بحث و گفتگو داشت به خاطر اینکه این خانواده گیلک خانواده رضا اصولا یه ذره چپ میزدن برادرشون اینطوری رضا از چرای معروف چپ ایران است و ایشون موقع که اومدش خب اصلا یه تحول نوعی ایجاد شد در زمان پادشاهی عرض میکنم بعدا هم بعد دیگه انقلاب شدیشون ایشون رفت امریکا که خیلی میپذیرنش های مختلف و در 105 سالگی فوت شد هفته گذشته حالا که صحبت این شد و بگم انتخاب خیلی خوبی هم کرده نگاه نو برای توجه دادن بگم که صحبت فوت شد در هفته گذشته یک نویس قدیمی ایران آقای باستانی که یکی از بهترین خبرنگاران یک دوره 20 ساله بود که دوره اوج بود و به خصوص تو زمینه نفت و بود دو تا زمینه حتما خیلی روش اثر گذار بود یکی گذارش نفت که همیشه توش حضور داشت به طور جدی و دیگری کاری که صندیکایی میکرد برای روزنامهگارا حداقلش این هستش که کوی نویسندگانی که باقی است و الان بیشتر هنوز هم توش زندگی میکنند و خود او هم توش زندگی میکرد تا آخرین سالها که به آلزایمر مبتلا شد عدو. به هر حال بیشتر کاری است که علی باستانی کرد و قدرش دونسته روحشات خب آقای بنود بریم کارتون امروز رو ببینیم با هم دیگه خب کارتون عزیزی است مهدی عزیزی و موضوعش هم پیداست راجع به آلودگی هوا آلودگی هوایی که بچه‌ها از مدرسه کشیده بیرون بچه رو باباش برده اداره توی حرفایی که باباش میزنه آلودگیش کمتر از آلودگی هوا نیست و همین دلیل هم میبینین انگار توی اداره هوا آلوده تر از بیرونه, بیرونه تو بیرون اداره هوا نیست فقط تعطیل مدرسه <applause> خب آقای بهنود نکته آخرمون چیه؟ شعاب نووی توی <applause> شهرونگ نوشته بود که یک افسرده که فکر میکرد سرما خورده حقیقتش اینه که من چند وقتی است دچار افسردگی و چندین مشکل روانی دیگه شدم منطقه ما چون زیر خط فقر زندگی میکنیم و این زیر چنین بیماری رو به رسمیت نمیشناسند تا مدت ها فکر میکردم دچار نوع خاصی از سرماخوردگی شدم از نشانه های خاص این نوع افسردگی اینه که آدم زرت میزنه زیر گریه مثلا چند وقت پیش داشتم بازی شیفیلد یونایتد و با آستون ویلا تماشا میکردم همین که شیفیلد گل زد و طرفداراش شروع به خوشحالی کردن شروع کردم به گریه چند روز پیش دو تا گربه روی دیوار خونه همسایه با هم دیگه فیف می‌کردن زدم زیر گریه یا همون اول اخبار وقتی استاد حیاتی سرخط خبرار میخونه من گریه هم میگیره حتی وقتی زیرنویس های شبکه آی فیلم رو میخونم و میبینم یه نفر از دستندکاران شبکه تشکر کرده تو زیرنویس های فیلم ها و خواسته برایش سریال پس از باران رو پخش کنن گریه هم میگیره خیلی وقتا زل میزنم به جای خاصی بارها شده اینقدر به قفسه کتابم زل زدم که از توش انبا اشکال رو در آوردم گاهی نگاه کردن ما چه سو میشه که جای تعریف کردنش اینجا نیست گاهی هم تمام سعی میکنم که به جای زل نزنم گریم نکنم اون موقع از همش میخندم مثلا یه بار داییم زنگ زد خبر فوت عمم رو داد جدا از اینکه قاعدتا دایی نباید خبر فوت عمه رو بده ولی به حال تا اینو شنیدم زدم زیر خنده و بالاخره آخرش میرسه به اینجا که بعد رفتم پیش دکتر دکتر هم مرتب گریه میکرد اشکاشو پاک میکرد بعد آی کشید و گفت چیزی نیست احتمالا سرما خوردی وقتی داشتم میرفتم بیرون صداشو میشنیدم که پشت سرم بلند بلند بلن میخندده مرسی آقای بهنود، نو هم تنز تلخ بود امروز هم تموم شد مرور مطبوعاتمون ممنون که با ما بودید همینجا به همراه آقای بهنود از همه شما خدافزی میکنم تا هفته آینده شب و روز بر شما خوش